الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بندگان عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوار هستم در هر جای کاستن جور و صحت و سر حال باشین و لباس صحت و عافیت در تن داشته باشین و به پناه و عصمت پروردگار عالم قرار بگیرین. خوش هستیم که در یه حلقه هایی که در رابطه با شرح و بیان و تفصیل اسماء الله رب العزت از خلال از این برنامه ها پخش میشه، باز هم با شما با برنامه جدید قرار داریم. شک نیست بینندگان عزیز که در حلقه گذشته با شما در رابطه با اسم الحلیم صحبت کردیم و از خلال آن چیزی که مفسرین کرام برای ما بیان میکردن، الحلیم در حقیقت عبارت از عدم استعجال و عدم عقوبت فوری بنده ها در رابطه با گناه و معصیتشان بود. از خلال معرفت و شناخت ما با اسم حلیم، چه معرفت و شناخت ما با الله جل جلو ایجاد میشه و ما چه قسم الله رب العزت از خلال اسم الحلیم میشناسیم؟ شک نیست که پروردگاران هم فیصله کرده که تا انسان ها را در این دنیا مهلت بده و این مهلت دادن در رابطه با حلم پروردگار عالم است که ما و شما انسان ها را در رابطه با معصیت و گناه های ما به صورت فوری مورد مؤاخذه و عقوبت و جزا قرار نمیده. پس آن چیزی که اسم حلیم در حیات و زندگی ما تاثیرات خود می داشته باشه بینندگان محترم، یکی هم عدم غره شدن انسان به حلم و بردباری پروردگار عالم است، یعنی به این معنا که حلم پروردگار عالم و عدم استعجال در رابطه با عقوبت و جزا این منجر به این نشه که ما در رابطه با معصیت و گناه جرأت پیدا بکنیم، در رابطه با سرکشی و نافرمانی جرأت پیدا بکنیم، بلکه اسم حلیم از ما تقاضا میکنه که هر وقت و زمانی که از ما گناه سر میزنه و پروردگار عالم ما و شما را مورد عقوبت و جزا به صورت دفعتن قرار نمیده با وجود که قادر به این میباشه، پس اسم الحلیم از ما تقاضا میکنه که ما به زودترین فرصت به الله جل جلو رجوع بکنیم، توبه بکنیم. پس با اسم الحلیم در رابطه با معصیت و گناه الله رب العزت جرأت پیدا نکنین، فریب نخورین، غره نشین و آن چیزی که شیطان در ما و تو وسوسه می اندازه، که یعنی به این معنی که ما گناه را انجام می دهیم و در این دنیا عقوبت در قبال نداره، ای تو فکر نکو که خدای نیست و ندیده، ای تو فکر نکو که قادر نیست و به اصلاح ملاحظه نکرده، بلکه الله رب العزت در قرآن مجید می فرمایه که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله رب العزت هیچ وقت گمان نکنید که از آن چیزی که انسان های ظالم و سرکش میکنه الله بی خبر است. پس به اساس متوجه باشیم بینندگان محترم که حلم پروردگار عالم از ما تقاضا میکنه که ما به زودترین فرصت در آن معصیت و گناهی که از ما انسان ها من حیث طبیعت و سرشت ما هست، ما به زودترین فرصت به الله لجل رجوع بکنیم. و الا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ان الله لیملی الظالمه حتی اذا اخذه لم یفلته. الله رب العزت انسان های ظالم و سرکش و کسایی که به نفس خود ظلم کردن اونها را مهلت میده، تا چی وقت؟ تا وقت و زمانی که گرفت پروردگارت اگر رسید، باز اونها هیچ وقت نجات پیدا کردن نمیتونن. باز می جهت است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با این حدیث آیه مبارکه که در سوره رعد الله جل جلاله غالبا فکر میکنم بیان میکنه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. وبقسم پروردگارت کشورها و قریاتهایی که در معصیت و گناه فرو رفتن، الله رب العزت میگیره و هلاکشان میکنه، واقعا گرفته پروردگار به حد سخت و شدید میباشه. چیز دیگه که در رابطه با اسم حلیم در حیات و زندگی در ما و شما تأثیر داره، یکی هم مزین شدن ما و شما به می اخلاق حلم می باشه. الله حلیم است و الله انسانهای حلیم دوست دارن، کسانی که با اخلاق حلم مزین شدن و ارزش اخلاقی حلم و بردباری ده تأمل و تأنی را در حیات و زندگی خود پیاده کردن و خود به این اخلاق مزین کردن، الله رب العزت اونها را دوست داره. در روایت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با یکی از اصحاب که با نام اشج ابن قیس نامیده می شد، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برایش فرمودند که اشج در تو دو خصلت هست، در تو دو نیکی هست
که الله رب العزت اونا را دوست داره. او دو خصلت عبارت از چیست؟ یکی حلم و برداباری و یکی هم اینا که به معنای تأنی و تأمل و دقت در رابطه با امور می باشه. پس الله رب العزت حلم هم از انسان ها دوست داره و به می خاطر است که انبیاء علیهم السلام به این صفت الله رب العزت توصیف کرده. در چند جای قرآن مجید الله رب العزت ابراهیم علیه السلام بل حلیم برای ما شما وصف کرده و فرموده که این ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیم بسیار رجوع کننده و حلیم و بردبار بوده و واقعا ابراهیم علیه السلام به حد یک نبی و پیغمبر بردبار بوده، هر آن چیزی که الله گفته بدون کمی و کاستی اون انجام داده و به عین شکل به ابراهیم که به حلیم توصیفش کرده اونا را به یک پسر حلیم هم بشارت داده که وارد از اسماعیل علیه السلام است. الله رب العزت می فهمه که فبشرناه به غلام حلیم و به می قسم یک پسر بردبار هم برایش ما بشارت دادیم. واقعا اسماعیل علیه السلام بردبار بودن، حلیم بودن و حتی زمانی که پدرشان برای فرمان گفت که ای پسرم الله مرا امر کرده که من تو را ذبح بکنم، گردنت از تنت جدا بکنم، اسماعیل علیه السلام سر ماند و با تحمل بردباری مسئله را قبول کرد. پس ما و شما انسان ها هم باید که صفت حلم داشته باشیم، از عجله، از شتاب زدگی، از انتقام جویی، از بدون به اصطلاح تأمل و دقت تصمیم گرفتن باید که از این چیزا خودداری بکنیم به جهت از اینکه حلم و بردباری در حیات زندگی ما شما تأثیرات بی حد نیکوی داره. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانی که در طایف رفتن و مردم به دین الله دعوت کردن، مردم طایف نه تنها که دعوت پیغمبر نپذیرفتن بلکه شان آنقدر آزار و اذیت کردن که حتی از پاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خون جاری شد و پیغمبر هیچ کس در اونجا نداشت. جبرئیل علیه السلام آمد به پیغمبر سلام داد و برایشان گفت که الله رب العزت فرشته کوه ها را فرستاده و او در تحت امر تو می باشه، هر آن چیزی که برایش امر بکنی به سر مردم طایف میاره و اگر خواسته باشی مردم طایف در بین دو کوه آرد می سازه برد. لیکن پیغمبر حلیم بودن، گفتن نه، ما به خاطر فرستانه نشدیم، ما می خواهیم که الله از ذریت از اینها کسایی را پیدا بکنه که در رابطه با دین الله خدمت بکنه. پس شما چی فکر میکنید بینندگان عزیز که اگر پیغمبر از حلم و بردباری دینمی و وقی زبانی کار نمی گرفت چی مصیبت و تباهی ایجاد می شد؟ پس به این خاطر الله رب العزت حلیم است و از ما شما انسان ها هم تقاضا میکنه که ما صفت حلم و بردباری در خود پیدا بکنیم و جهت از اینکه چون طبیعت ما و شما انسان ها استعجال و عجله و شتاب زدگی می باشه و عجله و شتاب زدگی متوجه باشین که از کار شیطان است. حلم و بردباری صفت الله است، پس ما باید به صفت خودم مزین بسازیم که تا از خیر و برکت از او هم در دنیا و هم در آخرت مستفید شویم. الله رب العزت همه ما شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرمایه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.